این عکس رو من از یک بازار اسلحه در شهر چمچمال در کردستان عراق گرفتم. این در زمان جنگ آمریکا بود در مارچ 2003 و ما شنیدیم که یه جایی هست که اسلحه میفروشن، و ولی وقتی رفتیم ببینیم جریان چه، دیدیم که واقعا یه قسمت از بازاره که خیلی هم بازه و همجوری که در عکس میبینید خیلی آزاد هر جور اسلحه اینجا دارن کلاشینکوف AK-47 میفروشن. این عکس سیاه‌سفید رو من از زمان اکوپای وال استریت در نیویورک گرفتم که یه دونه کاپل هن که نشستن خیلی راحت و ریلکس در اون کمپی که در پایین شهر نیویورک بود به عنوان تظاهرات اونجا واقعا چند ماهی زندگی میکردن و خیلی ریلکس این عکس نشون میده. من سیاه‌سفید گرفتم و همونجور که میبینید دارن یه دونه موسیقی میزنن. همه اینا بعدم رفتن که دیگه الان هم اصلا اسمی از Occupy Wall Street نیست. این عکس این خانومی که لباس نارنجی پوشیده رو من دو سه هفته بعد از زلزله که در هیتی بود گرفتم. من این خانوم هم پیدا کردم، خیلی لباس قشنگی پوشیده بود، خیلی هیتی آدم های هیتی خیلی همیشه تمیز لباس میپوشن، حتی هر چقدر که فقیر باشن بازم همیشه تمیز میپوشن. اینجا که دارم عکس میگیرم پشتم خونه ها خرابه، ملت صف کشیدن که دکترها رو ببینن، ولی این خانم خیلی قشنگ لباس پوشیده و من پشتم رو چرخیدم و از این خانم یک عکس بنام به اسم پورتریت گرفتم و خیلی از این عکس بیشتر از عکسای دیگه که از هیتی گرفتم خوشم میاد. این یه عکس دیگه است که از هیتی گرفتم در سال 2004 که در زمان یک کودتای بود در هیتی ضد رئیس جمهورش که اون موقع ژان برتراند آرستید بود و این در شهر اسم شهرش از گونایف که دو سه ساعت با پایتخت فاصله داشت. این شهر مرکز این کسایی بودن که ضد حکومت داشتن کودتا میکردن و همجور که میبینید این یکی از مثلا رژه‌هاشونه که خودشون رو به ملت شهر نشون بدن. هر روز این برنامه بود، هر شب تقریباً.